به نام خدای یکتای بی همتا، فضیلت شهادت و مسئولیت ما در قبال خانواده شهدا، ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ترجمة. و هرگز کسانی را که در راه الله کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده میشوند و با آنچه الله از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند و با کسانی که هنوز به آنها نپیوسته اند خوشوقتند که نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. به نعمت و فضل الله شادمانند و اینکه می بینند الله پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا به روز جزا از آنها به وجه احسن پیروی کردند درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، خداوند متعال انسان را برای آبادسازی و اصلاح جهان هستی و سرزمین آفریده است و او را برای این آبادانی حفظ نموده و هر گونه تجاوز بر جان انسان که محل تکلیف شرعی است یا هر گونه فسادکاری در روی زمین را تجاوز بر همه بشریت می‌داشته است و هر گونه حفاظت از جان انسان یا ایجاد اصلاحات بر روی زمین را حفاظت از همه بشریت دانسته است، طوری که در قرآن کریم می‌فرماید. ترجمه. هر کس انسان را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فساد در زمین شده باشد بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته است و هر کس انسان را از مرگ نجات دهد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و هدف آبادانی و از مرگ نجات دادن انسان ها از عالی ترین اهدافی است که جز به فداکاری بزرگ از سوی انسان های مخلص به دین و میهنشان که ارزش دین، وطن و زندگی آسوده را می دانند متحقق نمی گردد. پس بسا همچون انسان ها برای تحقیق این هدف از جان و مال خود گذشتند و در تجارت سودمندی با پروردگارشان وارد شدند، تجارتی که اصلا زیانی نمی بیند، طوری که خداوند در قرآن کریم می فرماید: بیگمان الله از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است و بهای این که بهشت برای آنها باشد، بدین صورت که در راه الله جنگ می کنند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و هر کسی از الله با چه کسی از الله با عهدش وفادارتر است. پس شاد باشید به داد و ستدی که شما با او کرده اید و این همان کامیابی بزرگ است. پس پاداششان از نوع اعمالشان می باشد، چنانچه خداوند متعال برایشان بهترین اهدافشان را متحقق می گرداند و طبق نیت نیکشان برای ایشان زندگی آسوده دائمی نصیب می کند. خداوند متعال می فرماید: و به آنها که در راه الله کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید. و شهادت در راه خدا عالی ترین جایگاه و درجه و بزرگترین هدفی است که تنها برای بندگانی برگزیده خداوند متعال متحقق می گردد، طوری که می فرماید: و یتخذ منکم شهدا و از میان شما شهدایی می گیرد. و این درجه هدیه الهی برای بهترین مخلوقش پس از انبیا و صدیقان است، همان گونه که خداوند متعال می فرماید: و کسی که الله و پیامبرش را اطاعت کند روز قیامت همنشینی کسانی خواهد بود که الله بر آنان انعام نموده است، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. همچنین خداوند متعال شهدا را از فتنه و عذاب قبر و وحشت روز قیامت نجات می دهد. مردی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای رسول خدا، چرا همه مؤمنان در قبر دچار فتنه می شوند مگر شهدا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آنها یعنی شهیدان را کافی است که در زیر شعاع شمشیر دشمن دچار فتنه شدند و صبر کردند و
و پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره این آیت از حضرت جبریل امین پرسید. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. و در سوره و در سور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که الله بخواهد بیهوش شده و بمیرند. آنها چه کسانی اند که خداوند نمیخواهد تا بیهوش شده بمیرند؟ حضرت جبریل علیه السلام در پاسخ گفت آنها شهدا هستند و این جایگاه شهید را کافی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کس میمیرد بر اعمالش مهر زده میشود و کارهایش پایان میپذیرد، مگر عملی کسی که در راه الله شهید میشود که عملش تا روز قیامت ادامه مییابد و از فتنه قبر در امان میماند. بنابراین کسی را که خداوند برایش درجه شهادت را نصیب نماید و فضیلت شهادت را درک کند و به جایگاه آن نائل آید، آرزو می کند ای کاش دوباره به دنیا برگردد و بارها شهید شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی نیست که وارد بهشت شود و دوست داشته باشد در حالی به دنیا بازگردد که هر آنچه در روی زمین است از آن او بوده باشد، مگر شهید که به سبب عزت و احترامی که در بهشت می بیند آرزو می کند به دنیا بازگردد و ده ها بار کشته شود. بنابراین صحابه کرام کسانی بودند که بر شهادت حرص می ورزیدند و برای کسب آن تلاش می کردند. چنانچه صحابی لنگ حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه میخواست در غزوه بدر اشتراک کند، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک او را در این غزوه نپذیرفت. پس هنگامی که موعد جنگ احد در رسید به فرزندان خود گفت مرا نیز با خود ببرید. پسرانش به او گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم برایت اجازه عدم اشتراک در جنگ را داده است. برایشان گفت ای وای، در غزوه بدر مرا از وارد شدن به بهشت باز داشتید، اکنون در غزوه احد نیز می خواهید مرا از داخل شدن به بهشت باز دارید؟ پس به طور جدی خواست باید در جنگ و جهاد اشتراک کند. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پیامبر خدا، آیا اگر کسی در این روز کشته شود وارد بهشت می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله. گفت پس سوگند به ذات خدای بی همتا که جانم در دست اوست، تا وارد بهشت نشوم دوباره به سوی اهلم بر نمی گردم. پس حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه برایش گفت ای عمر، به الله سوگند یاد نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خاموش باش ای عمر، زیرا کسانی هستند اگر به الله سوگند یاد کنند حتما خداوند آنان را حانث نمیگرداند و از آن جمله عمر بن جموح رضی الله عنه می باشد. با همین پای لنگ وارد بهشت می شود. وقت اسلام دین جوانمردی، شهامت، مردانگی، عفت، پاک نفسی، حفظ جان و حفظ آبرو و حیثیت و اموال و حقوق است، پس حفاظت همه این امور را بخشی از ایمان قرار داده است و دفاع از این اخلاق و آداب را از بزرگترین و شریفترین اهداف گردانیده است. کسی که در راه تحقیق این هدف بمیرد شهید می شود. پس شهادت منحصر به یک شکل معین نیست، بلکه دارای اشکال و رنگهای متعدد است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کس برای دفاع از مالش کشته شود شهید است، هر کس برای دفاع از ناموس و خانواده اش کشته شود شهید می شود، هر کس برای دفاع از جانش کشته شود شهید است و هر کس برای دفاع از دینش کشته شود شهید است. و در حدیث دیگری می فرماید کسی که کشته شود شهید می شود، کسی که در زیر آواره و ویرانی بماند شهید است، کسی که به بیماری شکم بمیرد شهید است، کسی که در آب غرق شود شهید است، و کسی را که حیوان درنده بخورد شهید است، کسی را که مار یا گژدم نیش بزند شهید است، کسی که به بیماری توبرکلوز یا سل بمیرد شهید است، کسی که در حال جهاد در راه خدا بمیرد شهید است، کسی که با یاد نام خداوند بخوابد سپس در همان خواب بمیرد شهید است، زنهای نفسا شهید هستند، کسی که در بستر خود در حال بمیرد که بخواهد دین خداوند عالی و حاکم بوده باشد و سخنان کفر و نفاق پایین بوده باشد شهید است. همچنین کسی که با خلوص نیت شهادت را بخواهد از فضل آن محروم نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که صادقانه و با خلوص نیت از خداوند شهادت بخواهد، خداوند او را به جایگاه شهدا می رساند، اگرچه در فراش و بستر خود بمیرد. شهید واقعی کسی است که به حق سبحانه و تعالی معتقد بوده باشد و برای او اخلاص کامل داشته باشد و در راه او فداکاری نماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که برای اعلای کلمه الله بجنگد، پس او در
راه خداوند می باشد. شهید در دنیا و آخرت عزتمند است، در دنیا همیشه نامش بر سر زبان هاست و در خاطرات تاریخ امت اسلامی نامش به حیث الگوی فداکاری، جوانمردی و شرافت با آب طلا نوشته می شود و شهدای ما همیشه در قلوب و قلوب ما جا دارند و به هر اندازه که زبان بگذرد و نسل های جدید بیاید ما آنها را به عزت و بزرگی یاد می کنیم. و در آخرت شهید به صورت فخر، شرافت، عزت و زیبایی برانگیخته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: سوگند به ذاتی که جانم در دست بلا کیف اوست. کسی که در راه خدا کشته شود و خدا می داند که چه کسی در راه کشته شده است، در روز قیامت طوری آورده می شود که رنگ خون آن مانند خون است و بوی آن همچون گل و گلاب و مشک می باشد. در واقع شهدای گلگون کفن ما جانهای خیش را فدای دیگران بودند. خانواده خود را بی سرپرست تر کردند، پس آنها بر ما حقوق و وجایب زیاد دارند. برخی این حقوق و وجایب باید به سوی آنان به دید احترام و عزت بنگریم و قدر خوبی پدران آنها را بدانیم، چون فضل انسانهای با فضیلت را کسانی می دانند که خود اهل فضیلتند. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که از مردم سپاسگزار نباشد هیچگاه شکری خداوند را به جا نمی آورد. در حدیث دیگری می فرماید: کسی که در برابر شما خوبی کرد، پس خوبی او را به خوبی پاسخگویید. اگر چیزی برای پرداختن به او نداشتید، پس برای او دعای خیر کنید تا بدانید که پاداش او را داده اید. و کلام نیکی می تواند برابر با فداکاری برای دفاع از وطن و ناموس بوده باشد. و برخی دیگر این حقوق: نباید بگذاریم خانواده و فرزندان شهیدان تلخی و سختی بی پدری و بی سرپرستی را احساس کنند. این کار وقت صورت می گیرد که با آنها متحد بوده باشیم و پاسی از وقتمان را همراه آنها سپری نماییم و در روی آنها با چهره گشاده بنگریم، همراهشان رفتار نیک داشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپرستی خانواده و فرزندان شهیدان را به عهده می گرفت، طوری که سرپرستی خانواده حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه که در غزوه مته شهید شده بود و فرزندان خرد سن به جا گذاشته بود را به عهده گرفت و با آنها با نرمی و اخلاق رفتار نمود. برادران مسلمان، برخی از مسئولیت های ما در قبال خانواده شهیدان این است که برای آنان زندگی آسوده با رفاه را آماده بسازیم، چون پدران آنها جانشان را فدا کردند تا برای ما این زندگی را آماده بسازند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کسانی که سرپرستی خانواده و فرزندان شهیدان را عهده‌دار شوند پاداش و ثواب ابدی را تضمین نموده است، چنانچه می فرماید: هر کس ساز و برگ جنگی مجاهد راه الله را تأمین کند گویا خود او جهاد کرده است، و هر کس در غیاب او خانواده اش را به نیکی سرپرستی نماید گویا خود او جهاد نموده است. معنای این که خانواده او را به نیکی سرپرستی نماید یعنی امور زندگی آنها را تنظیم کند و همه نیازمندی هایشان را برآورده بسازد، پس با این کارش مانند پاداش جهاد را کسب می کند. همینطور رعایت درست خانواده شهدا به معنای پاس داشتن خوبی شهدا و اعتراف به فضل آنهاست. در صحیح بخاری از حضرت زید بن اسلم از پدر او روایت شده که گفت: روزی همراه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به سوی بازاری می رفتیم. زن جوانی به حضرت عمر نزدیک شد و گفت: ای امیر مؤمنان، شوهرم وفات نموده و اطفال زیادی از خود به جا گذاشته است. سوگند و الله به پختگی راه رفتن نرسیدند. نه زراعتی دارند و نه شیردهی. و می ترسم که آنان را درندگان بخورند، در حالی که من دختر خفاف بن ایمای الغفاری هستم. پدرم همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه اشتراک نموده بود. پس حضرت عمر رضی الله عنه همراه او ایستاد و نرفت و سپس گفت: ای صاحب نسب قریب، خوش آمدی. سپس به سوی شتری باربری رفت که بر درب خانه بسته بود. پس بر آن شتر دو ظرف پر از غذا را بار نمود و در میان آنها نفقه و لباس زیادی قرار داد. سپس لگام آن را به آن خانم سپرد و گفت: این را بگیر تا خداوند بهتر از این را نصیبتان نماید. مردی به عمر رضی الله عنه گفت: خیلی زیاد دادی برایش. حضرت عمر به او گفت: مادرت به اندوهت بنشیند. سوگند به الله، من پدر و برادر این بانو را دیدم که قلعه دشمن را محاصره و سپس فتح نمود بودند، پس ما از آن غنیمت گرفتیم. در این واقعه میبینیم که حضرت عمر رضی الله عنه مسئولیت ما نسبت به شهیدان را به ما بیان می‌دارد تا باید خوبی های آنها را اعتراف کنیم و همچنین مسئولیت ما در قبال خانواده شهدا را نیز بیان می‌کند، امری که باید ما امروزه به صورت درست به فرزندان و خانواده شهدا توجه جدی نماییم و حق آنان را به درستی ادا کنیم. و برخی دیگر این حقوق:
فرزندان آنها را درست تربیت و آموزش بدهیم و با استعدادهای آنها را به جاهایی که مستحقش هستند قرار دهیم. در این امر ما باید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اقتدا نماییم. همیشه رعایت و حمایت خانواده شهدا را متحد می شد، فرزندانشان را تربیت درست می کرد، طوری که حضرت اسامه پسر زید رضی الله عنهما را تربیت سالم نمود، چون پدر او حضرت زید پسر حارثه رضی الله عنه در جنگ مؤته شهید شده بود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت و آموزش او را به عهده گرفت، حتی که در همه تاریخ بشریت خردسنترین فرمانده نظامی گردید که در آن هنگام 20 سالی از عمر خود را تکمیل نکرده بود، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که بزرگان از صحابه موجود بودند او را در رأس ارتش قرار داد. همچنین خانواده و فرزندان شهدا را مژده می دهیم که خداوند متعال نیز برای اکرام و عزت پدرانشان حافظ و متصرف امور آنها است، زیرا وعده خداوند حق است که او متولی امور نیکوکاران می باشد، چون خداوند متعال نیکوکاری پدران را در دنیا و آخرت بر فرزندانشان برمی گرداند. طوری که برای امر دو غلام یتیم دو بنده نیکوکار خود حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام را موظف نمود تا مال و گنجینه آنها را محفوظ و مسئول نماید، تا باشد پدر نیکوکارشان را کار این دو غلام را اکرام کرده باشد، طوری که خداوند متعال می فرماید: و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالح بود، پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند. این رحمتی از پروردگارت بود، این کارها را من خود سرانه انجام ندادم. اما در آخرت پس خداوند متعال آنها را با پدرانشان یک جا می سازد، اگرچه اعمال نیک آنها اندک بوده باشد، طوری که خداوند متعال می فرماید: و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز در ایمان از آنان پیروی کردند، فرزندانشان را در بهشت با آنان ملحق می کنیم و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هر کس در گروی دستاورد اعمال خیش می باشد. بار خدایا از تو می خواهیم شهدای ما را غریق رحمت خود بساز و ما را توفیق عمل نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین.